کمکمون نمیکنه، یه پس گردنی هم دولت به ما میزنه. واقعا وضعیت اسفباریه. اتاق بازرگانی اعلام کرده 50% الان وضعیت بنگاه های کشور، 50% کارخانجات کشور با نصف ظرفیت کار میکنن، 60% کارخانجات کشور و بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی طی 8-9 ماه اخیر تعدیل نیرو در حد 1/3 داشتن. و این نشان‌دهنده بحرانه. دولت وقتی میگه نه خیر، هیچ بحرانی نیست، خبری نیست، اصلا مسئله نیست، خب این معلومه که در حقیقت بنگاه ها رها شده به خودشون هستن و مسئله هست. اما این که من میگم که بنابراین پس مالیات ها رو کم میکنی، معلومه یکی از سیاست های کمک به خروج بنگاه از رکوده. یعنی اصلا در همه دنیا هم شناخته شده است. اگه آقای احمدی نژاد تجربه این کار ندارن یا اطلاع ندارن، میتونن بپرسن، یعنی از تیمای کارشناس اقتصادی بپرسن که آقا وقتی رکود پیدا میشه شما یه بسته سیاستی به من پیشنهاد کنید، ما چه کار باید بکنیم در حقیقت، یعنی راهکار بخوان از دیگران. این که میفرمایند من مسائل اداری و اینها رو نمیدونم، خب خودشون قضاوت کنن، ایشون که هم سابقه منو میدونم سابقه خودشون رو. ما در کل دوران جنگ عملا دولت رو ما اداره میکردیم، اوائل انقلاب که تا 3 سال تمام از اعمی جمعه و فرمانداران گرفتن پیش ما بودن، ما عملا کشور رو ما اداره میکردیم و بعدش هم همینطور بوده. بعدش ما در رابطه با خود دوران 12 سال اخیری که من اومدم، هیچ من اطلاعاتم از داخل وزارت خونه قطعا چند برابر آقای احمدی نژاد، حتی مخالفین که الان در ادارات هستن به ایشون نمیتونن برن حرف بزنن، میان به ما میگن، دوستان نزدیک ایشون هم میان به ما میگن، دوستان مشترک هم دوتامون زیاد داریم، میان به من میگن، من دقیقا تو جریانات ریز مسائل هستم. خودشون هم توانایی منو در سازماندهی میدونن، یعنی من مسائل مدیریت و سازماندهی رو اگر بیشتر از ایشون ندونم، که خودشون اعتراف دارن، حتما کمتر از ایشون نیست. اما بحث اینه که من میخوام یه مثال بزنم ببینید چه بر سر شکر کشور اومده در اثر تعرفه، تا ببینیم نظر جناب احمدی نژاد که میگن نه ما بر اساس یه قواعدی تعرفه رو درست کردیم. ببینید ما 3 تا محصول در ایران داریم، شکر، دانه‌های روغنی و چای، که اینا در حقیقت کشت و صنعت کشور هستن. آقایون اومدن در سال 1384 نیمه دوم 84 تعرفه شکر خام رو از 120% به 4%، تعرفه در حقیقت شکر سفید رو از 150% به 10% رسوندن. نتیجهش این شده که به جای 500,000 تن واردات 2,481,000 تن در سال 85 شکر اومده وارد کشور شده. نتیجتاً 32 کارخانه شکر چغندر قند که ما داریم 8 تاش تعطیل شده اصلا. بعد بقیه به جای اینکه در حقیقت 40 روز، به جای اینکه 5 ماه کار بکنن، الان فقط 40 روز کار میکنن. کشت چغندر ما به کلی از بین رفته و به جای اون رفتن سیب زمینی کاشتن و انقدر سیب زمینی تو کشور زیاد شده که خود سیب زمینی کاری های قبلی بندگان خدا دوچار مشکل شده، به طوری که آقای احمدی نژاد ناچار شدن یه مقدار زیادی از اینا رو بخرن که این ورشکستگی خیلی زیاد نشه. 85,000 نفر در حقیقت بیکار شده و به جای 12.5 میلیون تن در حقیقت توفاله ها و مواد خامی که در اثر چغندر قند و اینها بوده، یک کاهش بسیار زیادی داریم. 2,500 میلیارد تومان عدم و نفع کشاورزان حاصل شده. وقتی ما همه اینا رو حساب میکنیم، میبینیم یه تصمیم گیری که ما بیایم تعرفه شکر رو پایین بیاریم، یک دامنه وسیعی از زیانهای اقتصادی رو هم به کارخانجات شکر و قند داده، از اونجا بحران رفته توی مسئله کارگران و اشتغال، از اونجا اومده توی مسئله سیب زمینی و خب مسائل زیادی به وجود آورده. یا مثلا مسئله مسکن مهر و کارهای دیگری که دوستان در این رابطه انجام دادن، اینا بیانگر اینه که به نظر من تصمیمات پخته صورت نمیگیره.
و شاید هم دلیلش این باشه که در دولت جناب آقای احمدی نژاد اصلا نخبگان خیلی محلی از اعراب ندارن و ایشون به جای اینکه بیاد از نخبگان همین نامه‌های زیادی که اقتصاددانان برایشون می‌نویسن، خب ایشون زحمت کشیده که دو جلسه خوبم با اینا گذاشت که کار خوبی بود، اما این دیگه ادامه پیدا نکرد. بالاخره ما توسعه رو از کجا می‌خوایم شروع کنه؟ چینیا به من گفتن که ما اومدیم نقطه آغاز توسعه رو مالکیت گذاشتیم. ما با مطالعاتی که در مجمع و دبیرخانه کردیم نقطه عزیمت توسعه ملی ما نخبگان کشورن. یعنی ما باید نخبگان رو همه رو بیاریم درگیر بکنیم، بعد به تفاهم برسونیم، به اجماع برسانیم، تا اینکه بتوانیم یه حادثه بزرگی که همون توسعه هست این رو تحقق ببخشیم. خب این یکی دو نمونهش که من خدمت شما عرض کردم. خب حالا با این حساب من فکر میکنم اگر جناب احمدی نژاد دوباره بخوان رئیس جمهور بشن، یه فکری برای درگیر کردن و به اجماع رساندن نخبگان در اداری کشور نکنن، این مشکلاتی برای ما درست میکنه. من طرحی داشتم، اعلام کردم، اگه لازم شد اینجا دوباره میگم، همون اتاقای فکری که باید در کنار هر وزارتخانه‌ای به وجود بیاد. البته من چون مخالفین خودم را از صاحب نظرها میخوام شرکت بدم در اون اتاقای فکر، بعضی ها گفتن شما این دولت درسایه بهش بگید، ولی حالا میشه اون دولت درسایه هم ما نگیم، اما هر وزارتخانه در حقیقت یه اتاق فکری داشته باشه که منتقدین خود منم بیان اونجا در حقیقت شرکت کنن و حضور داشته باشن. به هر حال سوال من از ایشون اینه که نخبگان کشور با این توانایی عظیمی که دارن اگر ایشون دوباره رئیس جمهور شد اینا رو چطور درگیر توسعه ملی میکنه و به اجماع میخواد اینا رو برسونه؟ خیلی متشکر. 8:07 خب آقای احمدی نژاد، خیلی ممنونم. آقای محسن رضایی چند مورد رو مطرح کردن، قبلا هم مطرح شده بود تو بعضی روزنامه های مخالف دولت، همین حرف ها بارها و بارها گفته شد. ایشون بحث های داخل کشور رو میگن، خارج از کشور رو رها میکنن. ایشون حتما میدونن در سال گذشته و همین الان بسیاری از صنایع در دنیا در رکوده، کاهش تولید دارن، از جمله صنعت فولاد. بسیاری از کشورهای دنیا 40% کاهش تولید دارن، 50%، 39%. دو تا کشور رشد دارن، یه دونه ایران، یه دونه چین. ایران 20%، چین 2.4%. یعنی انجمن فولاد جهانی این گزارش رسمی رو منتشر کرده که من اینجا دارم. این که میگن بنگاه ها رو رها کردن، این من نمیدونم رها کردن یعنی چی. بنگاه رو دولت باید اداره بکنه یا بنگاه ها رو پای خودشون بیستن؟ بیشترین مراقبت در این دولت انجام شده. وقتی ما دولت رو تحویل گرفتیم 50,000 بنگاه صنعتی ما داشتیم. از این 50,000 تا 280 تاش در مرز بحران بود. الان تعداد بنگاه رسیده به 80,000 تا. جناب آقای موسوی 200 تاش دچار مشکل هست که در دولت من عذر میخوام، آقای موسوی رضایی خلاصش کرده، آقای موسوی رضایی بلاخره شما تا به سیادت میخوره دیگه، بلاخره در یه نقطه وصلی. مادرم سید بود، خب هیچ وقت هزار سیادت نگرم. پس یه جا بلاخره وصلی، سیدی دیگه شما. اول چیز بکن، 200 تا بنگاه ما داریم که براشون هم سازوکار تهیه کردیم، کارگروه در دولت تشکیل شده برای تک تکشون، رئیس کل بانک مرکزی هست، وزیر صنایع هست، وزیر کار هست. بیشترین رسیدگی رو ما کردیم. من تعجب میکنم شما میگی 1/3 کارگرها از دست رفتن. تعداد کارگرایی که بیکار شدن به اداره کار مراجعه کردن هر سال معلومه. هر سال توی این 5-6 سال اخیر به طور متوسط 340,000 کارگر از کار منفک میشن، متوسطشه. بعد 320 امسال هم همینه، یعنی هیچ تغییر جدی ما ندیم. این که اتاق بازرگانی گفته بنگاه با 50% کار میکنن، درسته. اولا بیش از 50% تو این دولت شده 50%. جهت اطلاع حضرت علی، در بخش صنعت ما همیشه 40% ظرفیت پر بوده، یعنی ظرفیت همیشه خالی بوده، یعنی صنعت ما هیچ وقت از همه ظرفیتش استفاده نکرده. علتش هم ساختارهای غلط اقتصادی بوده. اونها از راکت کردن پول و راکت کردن کالا سود می بردن. پول شما درست گفتید،
پول احتکار میشه در کشورم.